داستان تلخ زندگی مریم خرمی که اشک هر انسانی را جاری می‌سازد. بیننده های عزیز و مهربان سلام. خوش آمدید و یکی دیگر از ویدیوهای امروزی ما. خرسند و خوشحال هستیم از اینکه باز هم در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این ویدیو ما را همراهی کنید. اما قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب را فشار دهید و لایک ویدیوهای ما را فراموش نکنید. روایت تلخ از زندگی مریم خرمی. مریم خرمی با قلبی پر از اندوه داستان زندگیش را اینگونه می نویسد. امروز می خواهم داستان 8 ماه گذشته را برایتان بگویم. روزی که کابل سقوط کرد دفتر بودم. رفتم بانک کمی پول بگیرم. بانک برایم پول نداد. شهر کابل شهری شده بود پر از استراب. حدود ساعت 11 صبح بود که یک همهمه بزرگ در دفتر شد و بخش امنیتی از همه خواستند تا خانه بروند. طالبان وارد شهر کابل شده بودند. موترهای دفتر نبود چون شهر کابل تقریبا بسته شده بود و همه میخواستند خانه هایشان بروند. من چون باور نکردم به یکی از مسئولین دفتر زنگ زدم و پرسیدم که حقیقت دارد؟ برویم خانه ایمان طالب آمده براستی؟ گفت برو. این خبر به این میماند که خبر مرگ یک عزیزت را برایت بدهند. اول باورم نمیشد. هیچ باورم نمیشد. فکر کردم همه اینها شوخی است. اما وقتی چهره های رنگ پریده همگی را دیدم و رفتن و گریز به گریز طرف خانه را دیدم باورم شد. آخر از همه از دفتر برآمدم. تنها بودم. فکر میکردم چگونه بروم خانه که یکی از دریورهای دفتر که به نام کاکا نجیب معروف بود هر دو رفتیم و مرا تا خانه رساند. در تمام مسیر راه مردم همه سراسیمه و دست پاچه و پریشان. رسیدم خانه. بعد از 2 ساعتی شب تا صبح نتوانستیم بخوابیم. در گروپ های واتساپ دفتر بین همکارای ما همه ترسیده بودند و نمیدانستند چه کار کنند. همه توقع داشتند موبی پشت دروازه هایشان تیاره بفرستد. کسی به کسی نمی گفت چه می کند، با کی به تماس هست. مسئله برآمدن از افغانستان تازه آغاز شده بود. همکاران ما می گفتند که طالب با آدم های مثل ما مدارا نمی کند. چگونه فرار کنیم به بیرون از کابل؟ نیمی از همکاران ما هم پاسپورت نداشتند. طالب حاکمیت رو شروع کرد. یک هفته گذشت و من هنوز کابل هستم. من، همسرم و پسرم از تمام دار و ندار زندگی کوچک که سالها به زحمت فراوان ساخته بودیم، یک بیک ساختیم و رفتیم به هتل سرینا و کش به طرف میدان. در راه میدان با اجازه خود طالب و یک عالی جناب آمد در موتر ما نشست و ما را به اصطلاح اسکورت کرد تا داخل میدان. سرک میدان مثل فیلم‌های وحشتناک شده بود. موترهای خالی بدون آدم. رسیدیم به میدان تا داخل محوطه‌اش، داخل ترمینال همه چیز هر طرف شکسته و ریخته شده بودند. همه چیز در هم بر هم بود. دوسیه‌ها ورق ورق شده بودند. بخش رستوران میدان هوایی هم دروازه‌هایش شکسته شده بود. در پشت شیشه‌ها چاپ دست‌های مردم دیده می‌شد. ناامید از همه چیز، منتظر که چه وقت کجا میبرند ما را. تا یک هفته یک چپن سیاه و با یک جوره بود سرگیج و بی انرژی شده بودم. هیچ در فکرم نمی گنجید که چگونه کابل سقوط کرد. مگر می شود. اما واقعیت همین بود. بعد از 3 روز ما را به قطر بردند و بعد از قطر به آلبانیا و در هتلی که ماها ماندیم و حالا آمدیم کانادا. همه چیز را از نو باید شروع کنیم و راهی دراز و سخت پیش روی ماست. کابولک ما رفت. همکارک های من تیتو پاشان شدند. خانواده ها از هم پاشیدند. بسیاری زن خود را، بسیاری پدر و مادر خودشان را رها کرده و فرار کردند. نمیدانم، واقعا نمیدانم خوش باشم یا نه. اما قلبم شکسته، روحم مرده و در جنگ درونی با خودم هستم. اینجا در کانادا جنگ نیست، ولی انسان با خودش در جنگ هست. در یک جنگ بی‌هویتی. آینده را می‌گذارم به خداوند.
اینها همه درد و دلهای مریم خرمی گرداننده سابق بامداد خوش بود. حرفا و درد و دلهایی که نشان می‌دهد با سقوط کابل بسیاری از ماها نیز سقوط کردیم و از دست رفتیم. مریم خرمی متولد سال 1372 است و در 30 می 1993 در کابل به دنیا آمد. 28 سال سن دارد و یک فرزند هم به نام ایسا دارد. درست سال 2016 بود که وارد دنیای رسانه و تلویزیون طلوع شد. دوران کودکی و مدتی از دوره مکتب را در کشور ایران سپری کرد. این گرداننده موفق از دانشگاه مشعل از رشته ژورنالیسم فارغ شد. و یکی علاقه‌مندان بیشماری در داخل و خارج از کشور داشت، درست 5 سال پیش زندگی مشترکشان را با عابد خرمی با عشق و علاقه آغاز کرد. خانم مریم خرمی هم با مانند تمام کارمندان دیگر طلوع از طریق پروسه روند خروج به قطر و از آنجا به آلبانیا و از آلبانیا به کانادا رفته است. برای خانم خرمی زندگی خوب و خوشی را آرزو میکنیم. بیننده های عزیز و مهربان، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودین. شما عزیزان می توانین برای ما نظریات، انتقادات و پیشنهاداتتان را در قسمت کامنت ارسال کنید. همچنین فراموش نکنید چنل ما را هم سابسکرایب کنید. تا درودهای دیگر، بدرود.